بینندگان گرامی سلام بر شما، توجه شما را به اخبار امروز سرخط جلب می‌کنیم. حتی اگر بمیرم پولمو پس می‌گیرم. در کرمانشاه غارت شدگان مؤسسه چپاولگر وابسته به باندهای حکومتی به اسم مکتب فرش و گلیم در اعتراض به غارت اموالشان تجمع کردند و شعار می‌دادند حتی اگر بمیرم پولمو پس می‌گیرم. کارگران را به مرخصی فرستادند تا صدای کارگران را خاموش کنند. به دنبال برپایی مجدد تظاهرات گسترده کارگران کارخانه هپکو عراق، وزارت نیرو با همدستی باندهای حکومتی کارگران را تا 31 تیر به مرخصی فرستادند. دور قبلی اعتراضات کارگران به دلیل وعده کارگزاران رژیم مبنی بر راه اندازی خط تولید 3000 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی متوقف شده بود، اما با خلف وعده کارفرمای حکومتی کارگران مجدداً به اعتراضات خود پرداختند. به خدا قسم ما بیمار سرطانی داریم. مال باختگان غارت شده مؤسسه توسعه آرمان در اعتراض به غارت سپرده‌های خود از سوی این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران مقابل شعبه آن در شوشتر تجمع کردند. آنان بنری حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: به خدا قسم ما بیمار سرطانی داریم، باید دارو بگیریم. مالباختگان خواهان بازگرداندن فوری اموال خود هستند. 5 ماه حقوقمان را بپردازید. کارگران کارخانه نشکر هفت‌تپه در ادامه تجمعات اعتراضی خود دست به اعتراض در مقابل این کارخانه زدند. آنها خواهان پرداخت حقوق معوقه خود و امنیت شغلیشان شدند. فوتبال یزد را نابود کردند. جمعی از جوانان در یزد در اعتراض به نابود شدن ورزش فوتبال در این استان مقابل دفتر موسوی عضو مجلس ارتجاء تجمع کردند. این جوانان چند بنر به همراه خود داشتند که روی یکی از آنها نوشته فوتبال را هم دریابید. دومینوی تعطیلی کارخانه ها توسط دولت روحانی. کارگران شرکت رینگسازی مشهد چند روزی است که به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای صنفی در اعتراض و اعتصاب به سر می‌برند. یکی دیگر از دلایل اعتصاب کارگران کاهش تولید و نداشتن امنیت شغلی است، چرا که قراردادها از 1 سال به 45 روز تقلیل یافته است. در بهبهان تجمع اعتراضی غارت شدگان توسعه آرمان وارد هفته سوم شد. غارت شدگان توسعه در ورودی بانک ملی بهبهان تجمع کردند و برای چندمین بار خواستار پیگیری اموال به غارت رفته خود شدند. همچنین جمعی از بازاریان مجتمع تجاری کنزالمال در منطقه آزاد اروند در خوزستان در اعتراض به نحوه مدیریت این مجتمع در سالن سازمان منطقه آزاد اروند تجمع کردند و خواهان برکناری مدیریت این مجتمع شدند. و اما آخرین خبر امروزمون رو به تصویری از تخریب خانه‌های مردم در جاده سنندج قروه اختصاص دادیم. رژیم آخوندی خانه‌های مردمی که ده‌ها سال است در این محل ساختمان و سرپناه برای خود درست کرده بودند به بهانه وقفی بودن خراب کرده است. دوست عزیزی که این کلیپ رو برای ما فرستاده تاکید کرده که اینجا سوریه و عراق و داعش نیست. اینجا رژیم ولایت فقیه است که مردم محروم را آواره کرده است.